می خواهد داشت. بله، پس از این گزارش، همچنان که عرض کردم، میهمان امشب ما آقای شاهو حسینی هست، فعال سیاسی از فارس. درود بر شما آقای حسینی. آقای جوان، درود بر شما و درود بر بینندگان عزیز، به امید تندرستی برای تمام بینندگان. آقای حسینی، پرسشم رو، نخستین پرسش رو میخوام از اینجا شروع کنم. دیدگاه شما در مورد سپاه پاسداران، نقش این نهاد نظامی چی هست؟ خدمت رو عرض کنم که با این عنوانی که شما مطرح کردین، کالبد شکافی سپاه پاسداران و نقش اون، اصولا لازمه این کار این است که دسترسی وسیع به درون تشکیلات سپاه داشته باشیم و بتونیم اسناد و مدارکی که در این مدت 30 سال چه عملیات سپاه، چه نمایشنامه‌هاش و اسنادش رو بتونیم نگاه کنیم و بعد نظر بدیم. اما امروزه به خاطر اینکه بتونیم تا حدودی این نکات تاریک رو روشن کنیم، ناچاریم به اساسنامه سپاه، قانون اساسی و عملکرد سپاه در این 30 سال یک نظری داشته باشیم. اول چیزی که در قانون اساسی به اون بر میخوریم و فرق و امتیازاتی بیشتری برای سپاه در مقابل ارتش، که اگر فرصت باشه بعدا من روی این دو مقوله با هم صحبت خواهم کرد، متوجه میشه این که در تعریف سپاه، اونجایی که از سپاه داره صحبت میکنه، سپاه انقلاب اسلامی بدون کلمه ایران هست، و در ارتش که میاد یه استخدام نیروهای خارجی در ارتش ممنوع، ولی در سپاه هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده، لاجرم آزاد شده که از نیروهای خارجی در سپاه استفاده بشه و بتونن از اینا استفاده کنن. اما در ماده 34 خود اساسنامه سپاه پاسداران خیلی صریح و روشن از پاسدار که داره تعریف میکنه، میگه پاسدار به فردی اطلاق میشه که برای جهاد همه جانبه و در راه خدا و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به عنوان وظیفه شرعی با داشتن شرایط زیر و عضویت سپاه درآید. متوجه باشید، یک، الف، اعتقاد به مبانی اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، در هیچ جای اسم ایران نیست در اینجا. ب، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه. من در اینجا مکس میکنم روی این نکته. این هم قانون اساسی که اومده شرایط رو برای آقای رئیس جمهور و رسمی کردن مذهب شیعه و بیرون انداختن مذاهب دیگر و نارسمی کردن آنها رو مشخص کرده، در اینجا برای یک سپاهی دقیقا همین موارد رو به کار برده. سپاهی که معتقد به ولایت مطلقه فقیه نباشه، سپاهی نیست، نمیتونه عضو سپاه پاسداران باشه. اینجا یک سؤال اساسی مطرح هست، کسانی که در مناطق سنی نشین، بله دقیقا، از جمله بلوچستان و کردستان، کسایی که عضو بسیج هستند، بسیج از نیروهای پنجگانه سپاه هست، پس اونا چجوری عضو هستند در سپاه غیر مستقیم؟ اینا به قول یکی از خود سپاهیان، و اگر حالا حتما صحبت منو میشنوه، آقای ابو شریف که یک زمانی در نفت شاه در منطقه کرمانشاه با هم بودیم، با آقای قدزاده که ایشونو که اعدام کردن، ایشون این همین عنوان رو به کار برد که اسلام میتونه از کسانی دیگه به عنوان اجیر استفاده کنه برای مقاصد خودش. منظورتون آقای عباس آقازمانی هست؟ آقای حسینی، منظور شما آقای عباس آقازمانی هست که دومین فرمانده سپاه پاسداران بود؟ دقیقاً، من این خاطره رو اجازه بفرمایید خدمت رو عرض کنم. بفرمایید. بله، هنوز جنگ ایران عراق شروع نشده بود، هنوز در کردستان به اون صورت مسائل بغرنج نشده بود که آقای قدزاده اون موقع وزیر خارجه و مسئول رادیو تلویزیون صدا و سیما بود،
برای بررسی نوار مرزی به منطقه کرمانشاه اومدن که من هم در اونجا با اونا بودم. با یک هلیکوپتر در منطقه نفتشاه با هم بودیم. آقای ابو شریف این همین صحبت رو کردن، گفتن که ما ایران فعلا به عنوان یک پایگاه پرتاب برای انقلاب اسلامی آماده میشه، دومین کشوری که اکثریت شیعه هست و میتونیم اونجا انقلاب اسلامی رو مستقر کنیم عراق هست، بعد سوریه و کشورهای نواحی خلیج به هیچ وجه نمیتونن در مقابل این نهضت اسلامی مقاومت کنن. در همین جا بود که اون سوال رو مطرح شد که بعد کسانی که مذهب دیگر دارن چطور میتونن عضو سپاه باشه. ایشون گفتن که ما میتونیم از کسان دیگر، از مذاهب دیگر استفاده کنیم، ولی پاسدار واقعی کسی است که معتقد به ولی فقیه، اون موقع مطلقا نبود، ولی فقیه باشه و پیروی مذهب شیعه اصلا اشعری باشه. بله آقای حسینی، این صحبت ایشونه. بعد بله. بله میخواستم اگر ممکن باشه بفرمایید، اگر ممکنه کوتاه. بله میخوام چون نقش سپاه و من استناد کردم به اساسنامه و قانون اساسی، دوست دارم صحبت یک دیگه از دو نفر دیگه از مسئولین سپاه رو در اینجا در مورد آرم سپاه اگر در خدمت تو باشه آرم اگر نشون بدین خیلی جالب میشه. بله دوستان شنیدن. آقای سردار سرتیب یوسف فروتن، ایشون که مسئول تبلیغات، مسئول وقت ستاد تبلیغات مرکزی و رابط عمومی و انتشارات سپاه بود، میگه که این صحبت ایشونو که من در وقت خودش اینو گرفتم، میگه با صدور این فرمان آقای خمینی برای تشکیل سپاه پاسداران، شورای انقلاب به 7 نفر از برادران از جمله آقایان رفیق دوست، بشارتی و کلادوز مأموریت داد تا سپاه را به صورت رسمی تشکیل دهند. این مسئله مهم نیست، ولی بعد روی آرم داره میگه، میگه منم مجبور شدم برای تهیه آرم به چند تا از برادران بسیجی مراجعه کنم و آرم رو پیشنهاد کردن. این آرمی که الان هست تهیه شد، سرهنگ بازنشسته محمد رضا قادری که مسئول وقت هنرهای تجسمی و تبلیغاتی سپاه هست میگه که درباره این آر میگه که آیه‌ای که روی هست، این آیه که من اون معنیشو که میدونین که هست که به تمام وسایل برای چی مجهز بشین، میگه آلی که هست روی اونجا این آیه قرآنی هست که در اونجا هست تقویت نیروها و تسلیحات نظامی در جهت پاسداری از دین خدا و آمادگی همه جانبه در برابر انواع تهدیدات استعباد میشد، که در واقع این آیه سرلوحه و شعار اصلی و هویت ساختاری تشکیل سپاه پاسداران تشکیل میده. بعد میگه که اون دایره‌ای که وجود داره به معنی کره زمین هست، به این معنا که سپاه پاسداران یک دید جهان وطنی داره و دنبال صدور انقلاب به مناطق دیگر هست. بعد میگه این همین آمو که به نزد آقای خمینی بردیم، آقای خمینی گفتن که کار شما برابر قرآن است، برید و پیروز باشید. بله. من اینو خواستم خدمت رو عرض کنم که سپاه پاسداران و دقیقا اینجا میگه که اونچه که در مجلس شورای اسلامی ثبت شده نام سپاه پاسداران اسلامیه و کلمه ایران این صحبت آقای سرتیب فروتن هست، وجود نداره. در نتیجه میخوام اینو خدمت رو عرض کنم، سپاه پاسداران از روز اول که تشکیل شده برای صدور انقلاب تشکیل شد، حالا که در مقابل با ارتش و مسائل یعنی دیگه. شما فکر میکنید آقای حسینی زمانی در، البته من پرسش‌های زیادی از حتما در این باره اگر فرصت باشه مطرح میکنیم، فکر میکنید سپاه پاسداران از اون نقش اولیش و رویکرد فعلیش یعنی جدا نشده، یعنی تغییری حاصل نشده، همون ادامه همون رویکرد به نظر شما؟ دقیقا میخواستم همینو خدمت رو عرض کنم. کسانی که در تأسیس سپاه و مؤسسین سپاه